زبان و جهان بیدل برنامه از میر حسین مهدوی شاعر نویسنده و پژوهشگر مجاز اندیشیت فهم حقیقت را نمی‌شاید محال است که حق از عالم باطل شود پیدا برنامه برای آشنایی با جهان تو در تو و زیبای شعر بیدل رحیم به نام خدا و با سلام و عرض ادب و احترام به شما بینندگان عزیز و فرهیخته تلویزیون جهانی امید 24 و برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های زبان و جهان بیدل خوش آمدید. در برنامه‌های قبلی اگر خاطر مبارکتان باشه در خصوص معنای معنا در جهان بیدل و در زبان بیدل چند برنامه را تقدیم حضور شما نمودیم و کوشیدیم که گوشه ای از پیچیدگی ها و در عین حال زیبایی های زبان بیدل از منظر معنا محضر شما بشکافیم و چهره ای از آن به شما بنمایانیم. در این برنامه برای ایجاد تنوع غزلی از ابوالمعالی بیدل بزرگ با هم میخوانیم و سعی میکنیم که در راستای تلاش در جهت معنا شناسی این غزل در راستای درک معنای این غزل با هم دیگه گفتگو بکنیم. اول غزل محضر شما میخوانم و بعد با کمک شما کوشش میکنم که از پیچیدگی های معنایی این غزل گره کشایی بکنم تا حدی که البته مقدور باشه. ما پرسید از معاش خنده عنوانی که من دارم عذابی ناشناتر می شود نانی که من دارم دو روزم باید از ابرام هستی آب گردیدن دو روزم باید از ابرام هستی آو گردیدن به جز ننگ فضولی نیست مهمانی که من دارم دل آواره با هیچ الفتی راضی نمی گردد چه سازم چاره این خانه ویرانی که من دارم جدا زن جلوه نتوان این قدرها زندگی کردن به خارا تیشه می باید زد از جانی که من دارم ز شوخی قاصدش هر گام دارد باز گردیدن برنگ سودن دست پشیمانی که من دارم ز گلچینان باغ آرزوی کیستم یارب ز گلچینان باغ آرزوی کیستم یارب پر طاووس دارد گرد دامانی که من دارم ندارد جست امل موج گوهر مصرعی دیگر همین یک سکته از سنشای دیوانی که من دارم ندارد جست امل موج گوهر مصرعی دیگر همین یک سکته از سنشای دیوانی که من دارم زرنگ آمیزی این باغ عبرت بر نمی آید زرنگ آمیزی این باغ عبرت بر نمی آید به غیر از نقش بند طاق نسیانی که من دارم به حیرت رفت عمر و بر یقین نکشودم آغوشی به چشم بسته بربندند مژگانی که من دارم
نمیدانم چسان از شرم نادانی برون آید، نمیدانم چسان از شرم نادانی برون آید. به زنار آشنا ناگشت ایمانی که من دارم، کفیل عذر یک عالم خطا طرفی دگر دارد. حیا بر دوش زحمت بس تاوانی که من دارم. چشم از فکر خود تا خواب گشتن بر نمی آیم، گریبان هاست بی دل در بیابانی که من دارم. یا گریبان هاست بی دل در گریبانی که من دارم. باز غزلی فوق العاده زیبا، هم از نظر معنایی و صد البته هم از نظر زبانی و تصویری. صد البته که پیچیدگی های خاص خود هم داره و خواننده در شنیدن و خواندن غزل با دشواری های و با پیچیدگی های مواجه میشه و کوشش میکنه که با توسل به آرایه های زبانی بتونه گره از دشواری های معناشناسانه این غزل برداره، بشکافه. اما براستی آیا میشه معنای صریح و واضحی از این غزل عرض کرد؟ در پاسخ از این سخن باید گفت که نه، امکان نداره ما به معنای روشن و واضح و قطعی از این غزل دسترسی پیدا بکنیم. اصلا دست یازیدن به معنای واضح و روشن و مفهوم عبور از شعریت شعر و مفهوم پایان شعر است. شعر تا زمانی زنده و جوشنده و پاینده است که خواننده و شنونده نتانه او شعر مساوی بکنه با یک معنای قاطع و شفاف، و خواننده اگر بتونه یک شعر زیبا را در واقع به یک معنای روشنی، به یک معنای واضح و قطعی تقلیل بده، در این صورت از شعریت او شعر و از وجود او شعر چیزی بر جای نمیماند. طبیعی است که در چنین روی کردی تلاش برای معنی کردن شعر، نوعی تلاش برای عبور از شعریت شعر است، نوعی تلاش و تقلا برای پایان دادن و سیطره تمامیت خواهانه شعر در عرصه ذهن و زبان بشر است. هر بار که ما شعر را میخوانیم و کوشش میکنیم که شعر بفهمیم، به نوعی و به نحوی تلاش میکنیم تا شعر عبور بکنیم به نصر و به نظم و به معنا و به قطعیت و به وضوح و به واضحیت معنایی برسیم. اما شعری که جاندار و استوار باشه و شعر باشه در برابر تلاش ما و به تعبیر دیگر در برابر کودتای ما مقاومت میکنند و در واقع به موفقیت رسیدن هر نوع کودتا علیه حاکمیت شعر با شکست مواجه میکنند. بعضی از شعرواره ها و بعضی از در واقع نظم گونه ها به چنین روی کردی و به چنین تلاشی پاسخ مثبت میده و خواننده میتونه با تلاش و تقلا شعر به معنا تقلیل بده و در واقع حاکمیت قاطعانه شعر پایان ببخشد. اما وقتی با غزل و با شعر بیدل بزرگ مواجهیم، با حاکمیت استوار سنگین و سنگی شعر ها مواجهیم و به هیچ عنوان رو ما نمیتونیم معادل و مساوی یک معنای واضح قرار بدیم. این مقدمه طولانی رو گفتم تا عرض بکنم که توقع نداشته باشیم که نه این حقیر و نه هیچ کسی دیگه ای بتونه شعر بیدل معنا بکنه.
به خاطر که منظور و مراد ما از معنا کردن رسیدن به یک وضاحت معنایی، رسیدن به یک رابطه استوار دال و مدلولی است که ما در گفتگوی عادی و عامیانه با او سر و کار داریم. چنین توقعی هم نامطلوب است و هم ناممکن. نامطلوب به خاطر از این که ما از شعر چنین چیزی را نمی طلبیم، از شعر زیبایی جاری و ساری را می طلبیم که با هر بار خوانش این زیبایی تکثیر شود، بیشتر شود. اگر شعری و معنای واضح تقلیل پیدا بکنه، امکان توسعه و بسط زیبایی را از دست میده و ممکن نیست، به خاطر از این که شعر تا زمانی که شعر است ممکن نیست که شعر نباشد. بنابراین اگر آرزوی ما رسیدن به معنای قاطع و روشن است، آرزوی مرگ شعر را ما به سر میپرورانیم و این حداقل در جهان و زبان بیدل ناممکن است. بنابراین کوشش میکنیم که با خواندن غزل و با همخوانی غزل بیدل بزرگ، هر کدام ما به نحوی و به شکلی سهم بگیریم برای رمزگشایی غزلیات شکوهمند و زیبای بیدل و با این رمزگشایی ها تلاش بکنیم که لذت ببریم. این لذت البته هم لذت در حوزه معناست و هم در گستره زبان. مپرسید از معاش خنده عنوانی که من دارم، از آبی ناشناتر می شود نامی که من دارم. خب معاش خنده یا معاش که در واقع حاصل خنده باشد، میگه عنوان من چنین چیزی است که من از راه خندیدن معاش میگیرم، یا به عبارت دیگر معاش من از زندگی و از زنده بودن خندیدن است و چهره گشاده بودن است و در واقع متبسم و بشاش بودن است. میگه از این نپرسید که چرا در واقع معاش و پاداش ما از زنده بودن خنده و شادمانی است. عذابی ناشناتر می شود نالی که من دارم. خب تلاشی که ما بکنیم که بتانیم رابطه و نسبتی بین مصرع اول و مصرع دوم ایجاد بکنیم، به خاطر ظرافت های زبانی و در عین حال زیبایی شاعرانی خارق العاده ای که در این دو مصرع حضور داره، نظم معمول در ایجاد رابطه متعادل و در واقع معمولی بین دو مصرع کاملا ناممکن می‌سازه. عذابی ناشناتر می شود نامی که من دارم. خب طبیعی است که ممکن است هم آب برای عده‌ای ناآشنا باشه و هم نان در واقع ناآشنا بودن آب، شاید ناآشنا بودن یا دور از دسترس بودن آب است یا دور از دسترس بودن معنای زندگی است. آب میتونه به معنای زندگی باشه، بعد نان میتونه به معنی امکان زندگی باشه، به خاطر که میتونه امکان زندگی رو و حضور زندگی رو فراهم بکنه. من نمیتونم بین آب و نان یکی را ارجحیت بتونم بگویم که یکی بر دیگری ارجحیت داره برای زندگی نگه داشتن انسان. طبیعی است که انسان میتونه بدون آب مدت، بدون نان میتونه مدت بیشتر و طولانی تر زنده بمانه تا آب، یعنی آب حیاتی تر است و همین دلیل او را معنای زندگی قرار دادند. اما طبیعی است که از زنده بودن ما یک دوره بسیار کوتاهی را مد نظر نداریم. نان هم میتونه به همون پیمانه مهم و حیاتی باشه که آب است. بنابراین در اینجا بیدل بزرگ میگه که
عذابی ناشناتر می شود نامی که من دارم. در واقع هیچ کدام اینا آشنا نیست با من، هیچ کدام اینا با من رابطه دوستی و در واقع همسویی و رابطه دوستانه با من ندارم. اینا از دست من فراری هم و من به دنبال اینا. اما اگر بخواییم در صدد گشودن راز خندرو بودن ما باشیم، نان ما ناشناتر از آب میشه. دو روزم باید از ابرام هستی آب گردیدن و جز ننگ فضولی نیست مهمانی که من دارم. اگر طول عمر شما دو روز نظر بگیریم، بعد در واقع این دو روز هم ما مهمان باشیم، این مهمان بودن در واقع با هدف، در واقع حضرت بیدل وقتی میگه بجز ننگ فضولی نیست مهمانی که من دارم، یا در مثل قبلیش که میگه دو روزم باید از ابرام هستی آب گردیدن، منظور ایرخیم میتونم در واقع باشه که نفس مهمان ماست، زندگی و زنده بودن مهمان جسم ماست، یا مجموعی وجود مهمانی است که در واقع در این جهان عرضه شده. بعد دو روز هم فرصت داریم، در این دو روزی که آمدیم در حقیقت تقلا و اصراری که داریم برزی که ما از هر چیزی سر در بیاریم، هر کاری که میسر ممکن باشه به اون دست بزنیم، یا به تعبیر دیگه فضولی بکنیم به هر کاری، میگه که با این وضعیتی که ما داریم مهمانانی هستیم که از هیچ چیزی از جهان خبر نداریم. فضولی کردن به در ساز و کار جهان حاصلی جز شرم و ننگ و گردن کچی نیست، به خاطر از اینکه به هیچ نتیجه ای جستجوگری فضولانه ما نمیرسه. دل آواره با هیچ چنفتی راضی نمی گردد، چه سازم چاره این خانه ویرانی که من دارم. میگه هر الفت و توجه و عنایتی هم که به من شود، از اون روی که دل ما آواره است، ای آواره را نمیتونه توجه و عنایت اطرافیان آرام بکنه. دلیل امینی امری است که خانه‌ای که من بنیاد جهان خود بر او استوار کردم از پای سنگ ویران است. در این خانه ویران وجود آواره من همچنان سرگردان می‌گرده برای استقرار و برای آرامش، و در این حال می‌دانه که با تمامی تقلا و تلاشی که دارد در این جهان رسیدن به آرامش ناممکن است. به همین دلیل اگر اطرافیان ما، اگر دوستان ما، اگر کسانی که در پیرامون ما زندگی میکنن، اونا کوشش بکنن با سخنان گرم، کوشش بکنن با در واقع حضور آرامش بخشیشان به ما آرامش ببخشن، چون این آرامش پایدار نخواهد بود و امکانی که بتونه ما را از غم عمیقی که داریم آرامش ببخشه و ما را از این غم بیرون بیاره میسر نیست. البته یک تعبیری که مثلا میگیم چه سازم چاره این خانه ویرانی که من دارم، خانه ویران رو شاید شاید گفت که به خاطر دشواری های وزنی که از ما خانه ویران میخوانیم، یعنی خانه را به صورت سکون تا
تلفظ میکنیم ساکن و در حالت عادیش باید خانه ویران بگوییم. این میتونه درست باشه، یعنی ما به خاطر دشواری های وزنی ناگزیر هستیم خانه ویران بگوییم به جای خانه ویران. اما همین سکته نشان میده که تلفظ خانه، خانه ای که بر او ویرانی نازل شده یا ویرانی بر او وارد شده، این سکته و این دشواری تلفظ هم نشان میده که مواجه شدن زبانی با این پدیده، با پدیده خانه هستی، با سکتگی همراه است. و این هم از ظرافت های زیبای زبانی این غزل است. جدا از آن جلوه نتوان این قدرها زندگی کردن، به خارا تیشه می باید زد از جانی که من دارم. خب مثل اول کمی روشن است، میگه که بدون آن جلوه جلی و آن پرداخی نور مجسم زندگی کردن میسر نیست. جدا زن جلوه نتوان این قدرها زندگی کردن، نمیتونیم، بیش از این صبر نداریم، باید به آن جلوه جلیل برسیم. بعد مصرع بعدی میگه که بخارا تیشمی باید زد از جانی که من دارم. خب یک اشارت غیر مستقیم به روایت های تاریخی ماست، روایت فرهاد و شیرین که فرهاد با کوبیدن تیشه به سر خود جان شیرین خود از دست داد. جان شیرین هر دو معنیست، یکی جان شیرین خود از دست داد، یکی جان شیرین که معشوقش باشه او را هم از دست داد، به خاطر که با مردن و با از این جهان رفتن او از دست شیرین رفت و شیرین از دست او. زبای دیگه سخن به اینجا ای است که میگه شما تعبیر سنگ خارا را شنیده، سنگی که باید سخت باشد، باید سنگ باشد، باید از سختی و سنگی نمونه باشد. میگه که به خارا تیشه می باید زد از جانی که من دارم، یعنی جان خدا تبدیل به تیشه بکنی و با این تیشه به جان سنگ خارا بیفتی. شاید معنی یا حاصل این سخنی باشه که ما اگر جان خود هم تبدیل به تیشه بکنیم و جان خود تیشگی بخواهیم و توقع ما از جسم و جان ما تیشگی باشه، باز هم زور ما به سنگ خارا نمیرسه و سنگ خارا حاصل سرنوشت ماست. ز شوخی قاصدش هر گام دارد باز گردیدن، برنگ سودن دست پشیمانی که من دارم. یک کمی اگر سرعت گفتگو رو بیشتر بکنم، میگه که قاصدی که از جانب اون میایه احوال حضور او رو برمان میاره. اصلا خود قاصد، آمدن قاصد به نحوی و به نحوی نشانگر بودن اوست و حضور اوست. به همین دلیل اصلا سخن گفتن از قاصد میتونه آرامش بخش باشه، صرف نظر از اینکه قاصد پیام شیرینی بیاره یا پیام تلخی بکنه به همراه داشته باشه. بودن او به معنی بودن فرستنده قاصد است یا معشوق است. میگه ز شوخی قاصدش هگام دارد باز گردیدن، رنگ سوندن دست پشیمانی که من دارم. اگر قاصدی که خبر از او میارن در واقع در تردد و در بازگشت است، نمیخواد سخن اصلی خود با ما در میان بگذاره و مرا با تردید و دلخوره و تشویش میخواد همسو و همراه بکنم،
رنگ سودن در واقع به معنی رنگ کردن هم هست، رنگ گرفتن هم هست، رنگ از دست دادن هم هست. پشیمانی دست، مثلا اگر شما اشارتی به حنا کردن دست اگر در اینجا به ذهن خود متبادر بسازین، رنگ سودن دست پشیمانی که من دارم. حالا تعبیر دست پشیمان جای اما و اگر و سخن زیادی داره که باید در موردش تأمل کرد. ز گلچینار باغ آرزوی کیستم یارب، پر طاووس دارد گرد دامانی که من دارم. یک گردی که بر دامان من نشستم از بس رنگارنگی است مثل پر طاووس شده. رنگارنگی گرد به خاطری است که من به بیابانهای مختلفی در پی دلدار خود قدم نهادم، به باغهای مختلفی رفتم. ز گلچینان باغ آرزوی کیستم یاره، جستجوگری هستم که به هر باغی سر میزنم در پی معشوق خود. اما تمام این باغها باغهای آرزوست، باغهاییست که در پی آرزوی یا در پی به دست آوردن آرزوی من با اونجا سر میزنم. اما به هر کدام اینا که میرم گردی بر دامن من میشنم، مجموعی گرد مثل هر طاووسی نمایان میشه. زیبایی و ظرافت مصرع دوم در این است که در واقع رنگارنگی دامن حاصل یا ما حاصل گرد و غبار است، گرد یا غبار راه است که بر دامن نشسته. اما نرسیده به معشوق یک نوع شوکت و اعتبار و احترام و عزت و جلالی را به عاشق می‌بخشد. جلوه افزار پر طاووس است، نمایشگاه رنگ است، نمایشگاه جلال و جبروت است. کسی که در پی رسیدن و در تلاش برای به دست آوردن آرزوی خود باشد، ندارد جز تأمل موج گوهر مصرعی دیگر، همین یک سکته است این شای دیوانی که من دارم. میگه شعر را که من می‌نویسم، نثر را که من می‌نویسم، کتاب را که می‌نویسم، دیوانی را که من به تولید می‌کنم، انشایی را که به وجود میارم، هر چیزی را که می‌خوام رقم بزنم و قلم بزنم، یک سکته بسیار جدی دارم. او سکته چی است؟ ندارد جز تأمل موج گوهر مثل دیگر. اگه بتونیم این مثل اول یک کمی بشکافیم و روشن بکنیم، شاید بتونیم به معنی کل بیت نزدیکتر شویم. موج گوهر شاید به تعبیری مثلا شما انگشتر اگر داشته باشین، موجی در دل این انگشتر اگر باشه، انگشتر قیمتتر و در واقع با ارزشتر است. میگه که اگر گوهر شما موجی داشته باشه و برازی بخواین نمونه و معادل و برابر رو بسنجین، میگه برابر یه چیزی نیست جز تأمل به این نکته. و اون نکته چی است؟ نکته ای است که تمام مشی زندگی ما، تمام نامنگاری ما، تمام نوشتن ما در پی برای بیان و تأمل اوست. در واقع تمام هستی ما تأمل بر شکافتن و نشان دادن و نمایش مواجی گوهری است که در دل و دست دارم. وقت کم کم به پایان میرسم و من آگذار استم که سرعت خانش غزل بیشتر بکنم. زرنگ آمیزی این باغ عبرت، زرنگ آمیزی این باغ عبرت بر نمی آورد، و
به غیر از نقش بند طاق نسیان میکنم. میگه من از تمامی حوادثی که در جهان بر من گذشته و میگذره و بر امثال من گذشته و آمدم هیچ عبرتی نگرفتم، اصلا نمیتونم عبرت بگیرم، اصلا عبرت نمیتونه گرفتنی باشه. اگر میشد که میگرفتم از حضرت آدم که بهشت به عصیانی فروخت و بهشت جاویدانه را ترک کرد، اگر او کار او را اشتباه بدانیم هیچ وقت ما نتانستیم، ما فرزندان بشر، فرزندان آدم علیه السلام، عبرت بگیریم، پند بگیریم و این مشکل جدی را حل بکنیم. تا امروز هرچی پیامبرام آمد ما نتانستیم به کیفیت و به موقعیتی برسیم که از مشکلات و دشواری هایی که زندگی خود داشتیم، از اشتباهات و از خطاهایی که داشتیم پند و عبرت بگیریم. میگه که هرچی ما تلاش بکنیم برای پند گرفتن، این تلاش ها نقش میشه و در واقع نگار و نگارش میشه بر طاق نسیان ما. یعنی تلاش ما برای عبرت گرفتن غفلت ما را و نسیان ما را بیشتر میکنه و او را نمایانتر میکنه و جذابتر و جالبتر. به حیرت رفت عمر رو بر یقین نکشودم و گوشی به چشم بسته بربندند نژگاهی که من دارم. دید دو سه بیت بخونم را فقط بخوانم و این گفتگو رو پایان برسانم. نمیدانم چه سن از شرم نادانی برون آوید، به زنار آشنا ناگشته ایمانی که من دارم. یکی از ابیات بسیار زیبای غزل است. نمیدانم چه سن از شرم نادانی برون آوید، به زنار آشنا ناگشته ایمانی که من دارم. گویا ایمان باید به زن در واقع به جوهر و به گوهر آتش آشنا شد، یعنی ایمان باید به ضد خود آزموده شود، به نقیز خود سنجیده شود. و یه از ظرافت های معنایی بیت هست. میگه من چطور میتونم از شرم نادانی سر خود بالا بگیرم؟ یا به عبارت دیگه، من اصلا تجسم و تبلور نادانی مطلق دلیلش همی است که ایمان خود من را تمیزم حتی به زنار آشنا بکنم. کفیل عذر یک عالم یا کفیل یک عذر یک عالم، کفیل عذر یک عالم خطا، حرف دیگر دارد حیا بر دوش زحمت بس تا دامی که من دارم. و بیت آخر، تو شم از فکر خود تا خواب گشتن بر نمی آیم، گریبان هاست بی دل در گریب آمی که من دارم. امیدوارم که تقلب و کوشش بسیار کوچک و ناچیزی اخیر، تلاش و توجه شما بزرگان برای خواندن دوباره غزل زیبا برانگیخته باشد. اگر به همین حد اقل هم رسیده باشیم، حاصلی از این برنامه دستان است. تا دیدار دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باشد.